که قرار نیست جریمه هم دیگه بکنیم. امشب ما با بچه ها نشسته بودیم، بحث معنی و این مسائل شد. من گفتم من خیلی تعجب میکنم اگر که دخترها همه توی روستا بودن، پسرها هم تو روستای دیگه بودن، یا این که خانواده هایی که دختر دارن مشخص بودن، اونهایی که پسر دارن هم مشخص بودن، خب اون وقت اونها لج میکردن، میگفتن نه آقا ما دختر رو کمتر از فلان نمیدیم، قرار نیست خرید فروش بشه که دختر. خب اینم باز میشد یه معامله‌ای که به سود بعضی ها هست، ولی وقتی قراره که ما دخترمون رو به یه نفر بدیم با مهریه بالا، تو فراموش کردی که پسرت هم میخواد دختر رو از کسی دیگه بگیره. خب اینجا اگه تو خودت فشار میاری، همون فشار برمیگرده رو خودت. خیلی عجیبه. این سه تا مسئله رو اگه ما تونستیم حلش کنیم، بسیاری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی حل میشه. با صحبت کردن هم نیست. ما اینجا صحبت خودمون میکنیم، ماشینمون رو سوار میشیم میریم، ولی شما هستید که باید تصمیم خودتون رو جدی کنید. فشار نیارید رو بچه ها، فشار نیارید رو جوان ها. من مطمئنم که دختر خانم ها و آقا پسر ها خودشون اگه فشار دیگران نباشه، نمیخوان که این مشکلات سر راهشون باشه. اونا میخوان ازدواج کنن، اونا میخوان تشکیل زندگی بدن. یه دختری که تو خونه یه پدر سنش به 25 سال 30 سال رسیده، این دختر من مطمئنم که به خاطر مهریه یه نمیدونم 200 و 100 و 300 این همه مشکلات رو نمیخواد برداشت کنه. توی پدر دلسوز، توی مادر مهربان، تویی که پدر بزرگ و مادر بزرگ هستی، تو اگه میخوای که اینها بیچاره نشن، برای چی چنین تصمیمی رو برای اونها میگیری؟ آسان بکنید راه رو برای ازدواج جوانها، مشکلات رو از جلو اونها بلند کنید. سوالی کردن یکی از حضار، من به این سوال مختصری پاسخ میدم و شما رو به خدا واگذار میکنم. امیدوارم که امشب شبی باشه که تصمیم های خوبی از این جلسه و توی این جلسه گرفته بشه، و انشالله که این همه نشستن شما و خسته شدنتون و انتظار کشیدنتون نتیجهی برای جامعه شما داشته باشه. این برادر ما پرسیده که اهل آبادی راجع به جناب مولوی خیرشاهی بسیار نگران و ناراحتن از اینکه شنیدن که ایشون در بند هستند و بازداشت شدن و این مسائل. آیا این صحت داره؟ بله، این که ایشون الان آزاد نیستن صحت داره. برای آزادی ایشون، برای بازگشت این مرد بزرگ به دامان اهل سنت و برای موفقیت تمام علما، همه فعالان عرصه اجتماعی و فرهنگی و دینی دعا بکنید، و امیدواریم که انشاءالله چشامون به جمال ایشون و امثال ایشون روشن بشه و همه بزرگان رو خدای متعال برای ما حفظ کنه، تا اینکه از وجود اونها نهایت استفاده رو ببریم، که جامعه ای که عالم نداشته باشه و علمای خودش رو از دست بده، مثل یک گله ای هست که چوپان نداره. گله وقتی چوپان نداشته باشه دیگه تکلیفش مشخصه، و زمانی که خدای متعال میخواد قیامت رو نزدیک بکنه و برپا شدن قیامت نزدیک میشه، یکی از نشانه های نزدیک شدن قیامت اینه که علم و علما برداشته میشن. علم و علما وقتی برداشته شدن، آدم های جاهل و نادان میان سر کار، مهار جامعه رو به دست میارن، فضلوا و اضلوا، خودشون گمراه میشن، دیگران هم گمراه میکنن. موفق و معید باشید. بار دیگر خدمت دو خانواده گرانقدر و ارجمند عروس و داماد
یک تبریک ویژه عرض میکنیم و تشکر میکنیم از همه برادرانی که چه با تشویق، چه با ترغیب، چه با تلاش عملیشون این گونه مراسمات رو اداره میکنن و این مراسم رو راه انداختن. و همچنین تشکر میکنیم از گروه اناشید گچین که اومدن و اجرا کردن مراسم را، و همچنین گله میکنیم ازشون که چرا دیر کردن و عذر میخواهیم از مردم به خاطر این دیر کردنمون. امیدواریم که انشاءالله برای مراحل بعدی و بارهای بعدی این برادران حساب راه خودشون رو بکنن و جوری باشه که بالاخره قبل از موعد اینجا باشن. بچه هایی که اینجا دنبال مراسم اسلامی هستن خودشون همینطوری که هستن تحت فشارن. حالا اگر من و شما هم نیومدیم سر موقع حاضر شدیم، اونا هم میان فشار میارن روی اینا. موفق و معید باشید. امیدواریم که این نشست ما برکتی داشته باشه تو زندگیمون، که یکی از برکت هایی که ما 100% امید داریم از این نشست ها اینه که این نشست ها تکرار بشه. اینجوری نباشه که این مثلا جلسه داشته باشیم بعد نباشه تا خدا میدونه کی. موفق و معید باشید. هذا و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.